سلام به شما عزیزان، من شبانمانی هستم و شما رو به یکی دیگه از برنامه‌های تعلیماتی کالج حیات نو خوش آمد میگم. در مورد سوژه اساس نبوت در عهد جدید با شبان عزیز معلممون و در پنیا هستیم. Ryan, welcome again to our series of teachings. ما در این سلسله از تعالیم خیلی از اصول مختلف درک درست نبوت رو در عهد جدید مرور کردیم. از اونجای آغاز کردیم که میخواستیم بدونیم که واقعا قضاوت در عهد جدید به چه دیدیه، چون که خیلی مواقع قضاوت جزوی از نبوت شمرده میشه در عهد جدید که درست نیست و معمولا باید قضاوت رو به نحو درست و صحیح درک کرد. بعد نگاه کردیم به اصلا شناخت هویت درست و مکاشفه و تصمیم گیری یا درک درست درباره خودمون، درباره خدا و دل خداوند پدر، و بعد از اون نکات مختلف و گوناگون رو درباره نوع روش و میشه گفت ریشه یابی کردن اصلا هدف نبوت در عهد جدید رو مرور کردیم. امروز میخوام که یه مقدار درباره دل پدر صحبت بکنیم، چون که مکاشفه وش میشه گفتش که نبوت در عهد جدید بر مبنای دل پدر هستش. It is based on the heart of the father. و بنابراین بس درک بکنیم که وقتی این نکته رو اعلام میکنیم، منظورمون از قلب پدر یا درک درست قلب پدر چی هستش. پس بیشتر قبل از اینکه بیشتر صحبت کنم، از شبان عزیز درخواست میکنم که تعلیمشون آغاز کنم. So I just made a kind of a review of what we talked about. And I said that we usually use this term understanding that the New Testament, you know, revelation and also prophecy is based on understanding the heart of the Father. Right. So we want to reveal or talk a little bit about what does that mean. Right. Yeah, because I think one of the mentalities that I've seen a lot in the church is that Jesus is really nice and compassionate and loving. عیسی مسیح خیلی پرمحبته، خیلی مهربان هستش. But the father is very angry and judgmental. ولی پدر قضاوت میکنه، عصبانیه و باید دائما آروم بشه. And there are even teachings out there that say that Jesus on the cross was changing God so that God could accept us. و بعضی از تعالیم رو حتی شنیدیم که عیسی مسیح بر روی صلیب علناً قلب پدر رو داره عوض میکنه به یه نحوی تا پدر بتونه ما رو مورد قبول قرار بده. Basically that Jesus had to convince the Father to finally love us and accept us. به نحوی که عیسی مسیح باز میشه و قانع میکرد پدر رو به یه نحوی که پدر بتونه ما رو تحمل کنه و بعد بپذیره. But there's a verse in 2 Corinthians 5 that destroys that teaching. ولی یک آیه هست در دوم قرنتیان فصل پنجم که این رو کاملا برای ما باز میکنه. 2 Corinthians 5:19. آیات 19 رو با هم دیگه میخونیم. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان رو با خود مصالحه میداد و خطاهای ایشان رو به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه رو به ما سپرد. So Jesus, in my view, what I understood for many years was that you have angry God, sinful man, and Jesus in the middle. و طرز فکری که خیلی وقتا خاطر خود ما هم داشتیم این استش که خدای عصبانی به خاطر گناه، انسان گناهکار و بعد واسطه مثل عیسی مسیح. And Jesus is trying to condition the Father's heart to finally accept us and love us. و عیسی مسیح داره دائما داره با پدر کار میکنه تا بتونه پدر رو قانع کنه که ما رو بپذیره. But what this verse says is that God the Father was in Christ reconciling us or bringing us to himself. ولی این آیه داره دقیقاً این رو به ما نشون میده که پدر در پسر بود و داره خود پدر سعی میکنه که دنیا رو با خودش مصالحه بده. Jesus was not trying to change the father's mind about us. عیسی مسیح کارش این نبود که طرز فکر و دید خداوند پدر رو نسبت به ما عوض بکنه. The father sent Jesus to come and get the object of his affection, us. بلکه پدر پسر رو میفرسته تا بتونه اون هدف، یعنی اون انسان افتاده رو که او دوست داره و بهش محبت ورزیده رو به خودش برگردونه. So it's like in some cases we see
the Father is mean and Jesus is not, like Jesus is holding back the Father from destroying us. Yeah. و اون طرز فکر نادرست که در کلیسا وجود داره که در واقع مسیح هستش که با دستش یا با حضورش داره مانع میشه که خدای عصبانی ما رو نابود نکنه. But over and over Jesus says that he was sent by the Father. ولی بارها میبینیم که کلام خدا میگه که مسیح از طریق پدر فرستاده شده. So if we're saying that the prophetic is speaking from the heart of the Father. اگه داریم اعلام میکنیم که نبوت از دل پدر ریشه میگیره. We need to know what the heart of the Father is. باید بدونیم که این دل پدر چی هست. Sometimes we have maybe very strict fathers in the natural. بعضی وقتا در دنیای طبیعی ما شاید پدران بسیار سختگیری داشتیم. Or fathers who are distant, they don't show affection. یا پدرانی که میدونید دور بودند. و زیاد احساسات خودشون رو جلوه نمیدادند. And so we use those lenses to interpret what the Father is like in heaven. و از اون لنز که نگاه میکنیم سعی میکنیم که پدر آسمانی رو هم ببینیم از اون لنز. But I want to look at a few verses in Ephesians chapter 1. ولی در افسسیان 1 میخوام چند تا آیه رو با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم. And this becomes very powerful for us. We'll start in Ephesians 1:3. Oh sorry, I hit the wrong one. افسسیان 1:3. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. So Paul says here that it is the Father who has blessed us. در واقع پولس میگه که پدر آسمانی هستش که ما را برکت داده. And the verses we read after this are all about the Father. و تمام آیات بعد از این درباره پدر هستند. Notice what verse 4 says. نگاه کنین که آیه 4 چه میگه. چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشی. So the Father has blessed us. پس پدر ما را برکت داده. And verse 4 says the Father has chose us. و او ما را انتخاب کرده. That it was the Father's choosing. که در واقع انتخاب پدر بودش. Jesus wasn't convincing the Father to accept me. The Father already chose me. این مسیح نیستش که داره قانع میکنه پدر رو که ما را قبول کنه. بلکه پدر ما رو قبول کرده. So the Father says, I have chosen you. پدر میگه که من تو رو انتخاب کردم. But we are still operating like Adam. ولی ما هنوز مثل آدم داریم رفتار میکنیم. Full of shame and guilt. پر از شرم، پر از احساس گناه. And we're creating distance. We're running and hiding from God. دائما داریم بین خودمون و پدر فاصله به وجود میاریم و داریم خودمون رو قائم میکنیم. So in the garden you see man creating distance and God trying to close that gap because he's searching for man. Yeah. و میبینیم که در باغ انسان هستش که خودش داره از پدر فاصله میده و پدر هستش که داره سعی میکنه اون فاصله رو کمتر کنه. So the Father is searching for us. He wants us. او به جستجوی ما هستش. او ما رو میطلبه و میخواد. So the Father says, I've chosen you. من تو رو انتخاب کردم. And he says, Jesus, I want you to get the people that I've chosen. و به مسیح میگه تو برو و اونهایی که من انتخاب کردم رو برام بیار یا پیداشون کن. I want you to pay for all humanity. میخوام برای تمام گناهان بشر بها بدی. I want you to undo what Adam did. میخوام اون کاری که آدم کرد رو برگردونی. And it says here in verse 4 that we should be holy and without blame. میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. Now when we think of this, we need to think of this in terms of the Old Testament tabernacle. میخوام که این رو از دید معبد در عهد قدیم ببینیم و هیکل. When something was made holy in the tabernacle. وقتی یه چیزی در هیکل مقدس میشد. It was made specifically for a service. به خاطر اینکه برای یک خدمت بسیار منحصر به فردی اون ابزار ساخته می‌شدن. Certain cups, certain vessels. مثلا بعضی از کاسه‌ها یا بعضی از ابزار که مقدس می‌شدن. Remember everything in the tabernacle was very specific. God was specific on what it was supposed to look like. و بدون اینکه در هیکل یا در معبد خداوند به صورت خیلی مخصوص و خاص با جزئیات کامل تمام ابزار و تمام وسیله‌ها رو به موسی نشون داد. So everything was custom made. It was tailor made. همه چیز به طور منحصر به فرد برای اون خدمت درست شده بود. So something that was holy and without any blemish was something that was made custom for God. پس اگه یک چیز یک وسیله یا ابزاری مقدس و پاک بود
و به طور خیلی منحصر به فرد طراحی شده بود، این رو برای خدمت برای خدا درست کرده بودند. So it was fit for service and it was tailor-made like a jacket. و بنابراین آماده برای استفاده بود و مثل یه ژاکتی که یک دونه خیاط به طور خیلی مخصوص و به خصوص برای یک نفر میدوزه، اون ابزارم به طور خیلی مخصوص و به خصوص آفریده شده بودن. So what Paul says in Ephesians 1:4. پس در افسسیان 1:4 پولس چنین میگه. That God chose you. که خداوند تو رو انتخاب کرد. And he custom made you, he tailor made you for himself. که ما رو مثل یک دونه ژاکت دوخته شده مخصوص برای پوشیده شدن، پدر ما رو چه کار کرد؟ مثل این برای ما رو به طور یک کار منحصر به فردی برای خودش آفرید. And so this is where God's saying, listen, I'm not just calling you to be, you know, to be holy in the sense we normally think. من فقط تو رو نخوندم که مقدس باشی در ترمی که ما در درک قدوسیت که ما داریم. We need to think of this in terms of the pictures in the Old Testament. بس این رو در اون تصاویری که در عهد قدیم هست ببینیم. I have custom made you for myself. من تو رو به طور منحصر به فرد آفریدم برای خودم. I have tailor made you for my purposes. برای خواندگی، برای خواسته هام، برای برنامه های خودم تو رو آفریدم. And I love the next verse here. آیه 5 میگه. Verse 5, if you want to read that one. که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح به حسب خوشنودی اراده خود. Now this has so many things in here. خیلی نکات زیادی درش هست. That he chose us as it says here to adoption as sons. که ما را برای پسر خواندگی برگزید برای پسر خواندگی. Now in the Greek where the word adoption there literally means to be appointed or set as a son. در یونانی اون ترمینولوژی پسر خواندگی در واقع مساوی اینه، تعیین شده، معین شده، انتخاب شده برای پسر بودن. And it's basically the idea is those who are on the outside are brought into the family. در واقع خیلی ساده است. آنهایی که در بیرون بودن، بیرون خانه بودن، دعوت شدن که وارد خانه بشن. So the family of God, which is Father, Son, and Spirit, که خانواده خدا که شامل پدر، پسر و روح القدس می بود. The family of God, that they share in communion and love and joy. که اون خانواده دائما در ابدیت تا امروز محبت، عشق و علاقه‌ای که این تثلیث با هم دیگه داشتن و. It is the Father's heart to custom make you. و این قلب پدر هستش که شما رو به طور منحصر به فرد بیافرینه. And to appoint you as part of the family. و شما رو انتخاب بکنه که جزوی از این خانواده بشید. Those who were far off are brought into the family. اونهایی که دور می بودن حالا جزو این خانواده میشن. This is very powerful because his heart is not to exclude anybody. His heart is to include everyone. بلکه نشان دهنده قلب پدر هستش که نمیخواد کسی رو بیرون کنه یا کسی رو بیرون نگه داره، بلکه میخواد و میطلبه که اینها رو وارد خانواده بکنه. And it says here in verse 5 that it's through Jesus that the Father appoints you as a son to himself. و از طریق عیسی مسیح هستش که خداوند ما رو به عنوان یک پسر یا یک فرزند منتخب میکنه که به او برگردیم یا شامل خانواده او بشیم. از طریق عیسی مسیح. He wasn't pushing you away, he's bringing you in. ما رو دور نمیکنه، بلکه ما رو داره چیکار میکنه؟ به خودش وصل میکنه. And it says here that this is the good pleasure of his will. و به حسب خوشنودی اراده خودش هستش. Jesus didn't have to convince the Father. عیسی مسیح هیچ نیازی نبود که خدا رو قانع کنه. Now we say why is this important? چرا این مهم هستش؟ Because if we don't know the Father, اگه ما پدر رو نمیشناسیم، if we don't know his nature and his heart and his goodness, اگه ما طبیعت و محبت و نیکویی او رو درک نمی‌کنیم، then we will misrepresent him to society. ما شروع می‌کنیم در واقع یک نماینده ناکامل یا حتی در بعضی مواقع یک نماینده نادرست از جلوه پدر و از خصلت پدر در اجتماع. And we will misrepresent him in the prophetic. و در نبوت هم اون وقت نماینده نادرستی میشیم براش. I love how it says in verse 5 that this is the good pleasure of his will. که بر حسب خوشنودی اراده خود. The word will there means desire.
خواسته اراده درخواست that bringing you into his family was his desire, it was his good pleasure. آوردن ما در خانواده در واقع خواسته و اراده برای خوشنودی خودش بود. You have to understand باید اینو درک بکنیم that you are the desire of God. شما خواسته پدر هستید. You are the good pleasure of God. شما در واقع شادی و خوشنودی پدر هستید. And his desire is to bring you to himself. و درخواست و خواسته قلبی پدر هستید که خودش شما را به خودش برگردونه. This is your destiny. این خواندگی ما هستش. Your calling might be to the nations. شاید خواندگی شما برای امت‌ها باشه. But your destiny is to the Father. ولی در انتها انتهای ما یعنی در واقع خواندگی واقعی ما چی هست؟ خود پدر هستش. That's incredible. این نکته بسیار مهمیه. Because the Father says I want you to me. خدا میگه من تو رو برای خودم میخوام. It's my good pleasure. خوشنودی دل من هستش. I used to think that the Father tolerated me. من تصورم این بودش که خدا منو تحمل میکنه. But he takes joy in me. ولی از من شاده. He takes delight in me. و در حضور من در وجود وحدانیت من شادی میکنه. He takes delight in you. در حضور شما هم شادی میکنه. And we say, oh, but my sin and the people out there who don't believe. او خدایا گناهان من چی و اونهایی که باور ندارن چی؟ It is his desire to bring them into this understanding. ولی خواسته دل پدر هستش که اونها هم رو به این درک به درک این موضوع برسونه. Why does God hate sin? چرا خداوند از گناه متنفره؟ It's not because he doesn't want people to enjoy their life. این نیستش که خدا نمیخواد مردم از زندگیشون لذت ببرن. No, he hates sin because it lies to us. از گناه متنفره چون گناه یک دروغه. It deceives us. ما رو گول میزنه، فریب میزنه. Sin shattered Adam's lenses. گناه بود که لنزهای آدم رو چیکار میکنه میشکونه. Sin brought in deception to man and man separated from God. و بنابراین گناه بود که مرد رو گمراه کرد و اون وقت او رو از پدر جدا نمود. So the question is in the garden who changed God or man? پس در باغ چه کسی تغییر نمود؟ خدا یا انسان؟ Why is that important? For sure it was important. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه همه فکر میکنن که خدا تغییر پیدا کرد. Because whoever changed in the garden, the cross is aimed at them. چون کسی که در باغ عوض شد، صلیب برای او آفریده شد. The cross is aimed at changing them back. به خاطر اینکه صلیب میخواد اون شخصی که عوض شده رو عوض بکنه. So if God changed, then Jesus on the cross is trying to change God back into a good mood. اگه خدا عوض شد توی باغ، اون وقت صلیب داره سعی میکنه خدا رو دل خدا رو عوض بکنه. But we're understanding is that's not true. ولی این کاملا صحت نداره. God didn't change in the garden. خدا در باغ عوض نمیشه. He was still pursuing man. هنوز به دنبال مرد بود، به دنبال آدم بود. Man changed. آدم عوض شد. And Jesus comes to the cross to change man back. و عیسی مسیح بر روی صلیب قرار میگیره تا انسان رو عوض بکنه. And he comes to reveal what the Father is truly like. و شروع میکنه مکاشفه کردن که واقعا پدر کی هست. People think, "Oh, but what about when Jesus was angry in the temple?" right? بعضی سوال میکنن که وقتی عیسی مسیح توی هیکل عصبانی شد با شلاق شروع کرد دنبال اونهایی که داشتن خرید و فروش میکردن چی؟ What's very interesting is after he pushes out all the money changers, it says that all the children ran up to him. ولی خیلی جالبه که درست بعد از اینکه با یه شلاق تمام پول فروش‌ها رو از هیکل بیرون میکنه، بچه‌ها به دنبال اون دوربر او رو احاطه میکنن. Have you ever seen a child run up to somebody who's in a temper tantrum? آیا تا حالا دیدین که یه بچه سری بره به آغوش آدمی که چند لحظه قبلش پر از عصبانیت و وحش بوده؟ Somebody who's angry and violent and children are running up to him wanting to hug him. فکر کنیم مثلا یه نفر درست وحشی بوده، عصبانی بوده، با لگد و اینا همه چیزو می‌خواسته بزنه، درست آنن بچه‌ها بیان دنبالش، نچنین تصویری رو ما تا حالا تو دنیا ندیدیم. Could be that we're not seeing things the way maybe they really happened. شاید ما اون چیزا رو به اون نحوی که واقعا اتفاق افتاد ندیدیم تو کلام. You know, my point is that Jesus is the only one who perfectly represents the Father.
عیسی مسیح تنها انسانی هستش که به طور کامل جلوه پدر هستش. Not Isaiah or Moses. نه موسی، نه یشیا. Not Job or anyone else. نه یونس، نه یحیی. He is the only one that Hebrews calls the perfect representation of the Father. تنها کسی هستش که عبرانیان میگه جلوه کامل پدر. And even when scripture says that he is pushing everybody out of the temple, the children still run to him. وقتی که داره تمام این پول فروشا رو و کاسبان رو از هیکل بیرون میکنه با این حال بچه‌ها به سوش میشتابند. So we're missing something there. پس اونجا داریم یه نکته رو از دست میدیم. چه نکته‌ای هستش که نمیبینیم؟ So what I want to share with you is the Father's heart is very different than what religion has presented to us. میخوام فقط اینو بهتون بگم که قلب پدر کاملا متفاوته با چیزی که شریعت میخواد به ما یاد بده یا میخواد به ما درس بده. According to what Paul says here in Ephesians 1. بر طبق اون صحبته که پولس در افسسیان 1 انجام میده. The Father has blessed us. پدر برکت داده. The Father has chosen us. پدر انتخاب کرده. The Father has custom made us or tailor made us for himself. و ما رو به طور منحصر به فرد برای خودش آفریده. He has positioned us as sons. ما رو به عنوان فرزندان گذاشته یا مقام فرزندی داده. As children of God, right? And it says, and it's to himself. برای خودش. And that this is his good pleasure. و این برایش خوشنودی خودشه. This is his desire. این درخواست قلبیشه. And verse 6 says, he made us accepted in the beloved. بر ستایش جلال فیض خود که ما رو به آن مستضیف گردانید در آن حبیب. He has made us accepted into the family. ما رو در خانواده خودش مورد قبول قرار داده. And his heart is that all humanity would come to him and be part of the family. و قلبش اینه که تمام بنی انسان بیام وارد اون خانواده بشن. And that's his desire. این واقعا خواسته خداست. So everything we do in ministry. هر کاری که ما در خدمت انجام میدیم. Every message. هر پیامی، every prophetic word, هر نبوتی، everything we do has to have this motive at its core. باید این خواسته قلبی باشه که در پشت این نبوت در این خدمت قرار میگیره. And that is such an important point. I think that's what God bless us. Because I think that so much we do, and you know, there is such certain amount of return on what we do, and the word of the Lord was not, it will always go out and accomplish what it does. And so a lot of people minister, not even with the right heart, and they get a benefit or they get results. And say, oh, see, it's working. But they forget that there's an exponential return if they operate with the right heart. And if they were getting a harvest like that, just because the word of the Lord is the word of the Lord, they will get a harvest with the heart of the Lord. With the heart of the Lord. Yeah. I was going to explain that to them. میدونین عزیزان که خیلی وقتا آدمایی که حتی خواسته های قلبیشون و میشه گفت غریزه هاشون درست نبوده و کاملا صحیح نبوده باز کار و خدمت خدا رو انجام میدن و بعد محصول میگیرن و نتیجه میگیرن چون کلام خدا تهی بر نمیگرده کار خودش رو انجام میده و خدا کلام خودش رو برکت میده ولی بعض وقتا به خودشون نگاه میکنن میگن دیدیم ما کارمون درسته چون که می‌بینی نتیجه و محصول داریم میدیم ولی نباید این رو مثلا این رو در واقع تعویض کرد یا این رو قاطی کرد با افرادی که همون خدمت رو انجام میدن همون پیام رو هم میدن ولی با قلب درست و با قلب پدر انجام میدن چون بهره و سودی که اون موقع میاد 30 الی 60 الی 100 برابره و کاری که ما میکنیم و بهره‌ای که می‌گیریم در حدی که همیشه کلام خدا یه بهره‌ای میده رو هیچ وقت نباید مقایسه بکنیم با کاری که ما در هر خدمتی می‌کنیم چه در موعظه چه در نبوت که با قلب خدا باشه اون وقت بهره و سودی که می‌گیریم ما برای تصورمون خواهد بود. So his I just wanted to explain that cuz motives are important but people just get confused because they do things wrong and they still get results and they think because they got results that's okay. They forget that God always blesses his own word. Right. But if the right heart was in it, it will go a different direction. It will go much greater. Yes, I agree. Anyways. And you know, if we're ambassadors for the kingdom, اگه ما نمایندگان ملکوت خدا هستیم, one of the most important things for an ambassador is to know the heart of the king.
باید اون نماینده قلب فرستنده خودش رو بدونه که پادشاه هست. Not only the king's policies, but the king's motivations and heart. پس سفیرانی که برای ملکوت خدا هستیم باید بدونه که اون پادشاهی که فرستادتش در قلبش و در ارادهش و در خواستهاش چی میگذره. And this is so powerful because Paul is revealing to us the motives of the Father. و بنابراین خیلی مهمه. اینجا پولس داره سعی میکنه در واقع دل پادشاه رو برای ما باز بکنه. You can see the hand of God move and not see the heart behind it. شما میتونید دست خدا رو ببینید که داره کار میکنه ولی قلب خدای پدر رو که پشت اون واسطه رو نبینید. You can know the scriptures and not know the author's heart. شما میتونید آیات رو بدونید ولی قلب اون نویسنده آیات رو نمیبینید. And the greatest context is even bigger than historical context is the context of the author's motivations. و در واقع آنچه که خیلی مهمه اینه که نویسنده کلام اونی که کلام رو داره به ما میده اون اراده و خواسته قلبیش چی بوده برای ارائه دادن این کلام خودش. I'm very big on the context of covenants and the context of history. من خیلی برام اهمیت داره که درک بکنم که مبنا و زیربنای عهد چی هستن یا از نظر تاریخی چی بودند. But my first motive or my first context in reading the scriptures is what is the heart of the Father. ولی اولین زیربنایی که میخوام یا مبنایی که میخوام درک بکنم اینه که قلب نویسنده و خداوند در دادن این کلام زیبا به ما چی بوده است. And this is what Paul says is the mystery of his will. که پولس میگه این رمز اراده خدا هستش. Whenever we hear the word will, we think of like a taskmaster. اگه درباره اراده صحبت میکنین سریع فکرمون به این میرسه که یه نفر یه امری رو به ما کرده بس انجام بدیم. Very cold and distant and just do what I say. جدا امر حکم. But will literally means the desire. ولی در واقع اراده خدا یعنی خواسته خدا. What brings joy. آنچه که شادی میاره. This is what brings joy to the Father. این چیزی هستش که شادی و خوشنودی به خدا برمیاره. Verse 9 please. آیه 9 میگه و چون که سر اراده خود رو به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود. He purposed this in himself. این رو در خودش عزم نموده بود. Jesus didn't convince him. عیسی مسیح خدا رو قانع خدا پدر رو قانع نکرد. Your fasting doesn't convince him. وقتی که روزه میگیری اونو قانع نمیکنه. Your sacrifices aren't convincing him. از خودگذشتگی‌ها اونو قانع نمیکنه. He has chosen you and accepted you. تو رو انتخاب کرده، تو رو دوست داشته. He has blessed you. برکتتون داده. He has brought you to himself. شما رو به حضور خودش آورده. Because this is the good pleasure of his own desire. به خاطر اینکه این خوشنودی خودش هستش برای اراده خودش. And what God is doing in the earth today. و کاری که خداوند امروز داره در جهان انجام میده. I was asking the Lord, what is the next expression of God in the earth? Expression یا شکل و صورت نمایان شدن خدا در آینده چیست؟ And is that it is this, is that he is going to We're going to discover the depths of his affections. ما کشف خواهیم نمود اعماق عشق و علاقه او رو برای انسان ها. Holy Spirit is uncovering the motives and affections of the Father's heart. روح القدس داره باز میکنه، مکاشفه میکنه اعماق اراده، خوشنودی، عشق و علاقه خداوند پدر رو برای جهانیان. We've understood the Son and the Spirit in recent years. ما پدر و روح القدس رو درک کردیم در سال اخیر. But now we're going to understand the Father. ولی حالا وقت درک کردن اراده و قلب پدر هستش. خب تا کلاس بعدی ازتون خداحافظی می‌کنیم. مرسی.